به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم حضور تک تک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم با آموزش شیرینی پسته. اگر موافق باشیم بریم سراغ مواد اولیه. ما کره داریم به میزان 125 گرم، شکر 100 گرم، زرده تخم مرغ داریم که 2 عدد هستش، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، آرد 180 گرم، آرد ذرت داریم که میزانش هست 20 گرم، آرد برنج 25 گرم، پیکینگ پودر داریم که 1/2 قاشق چایخوری هستش و هلف که میزانش هست 1 قاشق چایخوری. همچنین پسته داریم که میزان پستمون 60 گرم هستش، وانی و نمک داریم که 1 قاشق چایخوری یا 1 پینچ هستش و برای روی ما نیاز داریم به سفیده تخم مرغ 1 عدد، پودر شکر 150 گرم و مارمالاد که به میزان لازم. اما روش تهیه، ما در ابتدا کرمون که به دمای محیط رسیده همراه شکر رو درون کاسه همزن میذاریم و با درجه متوسط میذاریم، چنانچه شکرمون که حتما بعد از شکر دونه ریز استفاده بکنیم کاملا اون صداش محو بشه. بیننده این برنامه هستن در منزل هلوش 4-5 دقیقه باید کامل بزنه. همونطوری که الان مشاهده میکنی کره من بافتش هنوز باز نشده، یعنی این تایم رو من باید بهش بدم. بعد زرده تخم مرغ داشتیم که دونه دونه اضافهش میکنیم، هر کدوم که اضافه میکنیم هلوش 1-2 دقیقه بهش تایم میدیم، تخم مرغ بعدی رو زردش رو اضافه میکنیم. من تمام مواد خوشیم و شامل آرد بود، آرد برنج بود، آرد ذرت بود، پیکینگ پودر بود و نمک بود که میزان نمکمون بعد 1 پینچ باشه. بله، هلم بود که هل رو با هم دیگه اضافه کردیم و بعد در نهایت به طور یک باره به ترکیبمون اضافه میکنیم. پسته داریم که پستمون به این نحوی که مشاهده میکنیم باید کاملا خرد شده باشه اما پودر نشده باشه، این رو هم اضافه میکنیم. در همین حد کافی هستش، یعنی شما الان مشاهده میکنید که تمی خمیر من داره کاملا خودش رو میگیره و بعد دوستان روی سطح میز کارشون این مواد رو پخش میکنن یا اصلا اگرم نخوان در همین کاسه همزنشون مواد رو جمع میکنن. این خمیر باید به مدت 1 ساعت درون یخچال استراحت ببینه. من این خمیر رو از قبل از منزل آوردم. فقط تنها نکته که باید بگم برای روی این ما احتیاج به یک مرنگی داریم. من عرض کردم 1 عدد سفیده تخم مرغ با 150 گرم پودر شکر عرق شده. ما ابتدا سفیده تخم مرغ رو در کاسه همزن می‌زنیم، با درجه تند همزن شروع به زدن می‌کنیم. وقتی که کف کرد قاشق قاشق این پودر قند رو بهش اضافه می‌کنیم. تنها نکتهش این هستش که باید برای اضافه کردنش مقداری حوصله دوستان به خرج بدن، یعنی پروسه زمانیه که بخواد اضافه بشه هلوهوش 25 تا 30 دقیقه هستش. یعنی دوستان نمیتونن همینطوری
اضافه بکنم. باید به کاملا حالت به فرمگیری به صورت سفیدی تخم مرغ بشه. این خمیری هستش که ما استراحتش رو دادیم، چنانچه عرض کردم که این خمیر رو همین الان نمیتونین استفاده بکنین، به این دلیل هستش که یک مقدار چسبندگی داره و شما مجبورین که این چسبندگی رو که بخواین بگیرین از آرد زیادی استفاده بکنین و درنتیجه در کیفیت شیرینیتون کاملا تاثیر میذاره. یه مقدار خیلی کمی روی سطح کارتون آرد میپاشین. من پیامک‌ها رو ببینم ببینم از شما سوالی دارن یا نه دوستان. و بعد با وردنه خان، آرد ذرت و نشسته ذرت خیلی با هم فرق میکنه؟ آرد ذرت آرد هستش که به مصطلح هستش که به نشسته ذرت که سفید رنگ هستش، ولی درستش آرد ذرتی هستش که در تمام جای دنیا میگن اون آرد سفید رنگ رو میگن که وقتی که داخل انگشت سبابر، حالا ما که استفاده کردیم الان نداریم، وقتی که دست میزنیم حالت یه صدایی میده اون حالت رو داره. ما خمیرمون رو باز میکنیم به ضخامت 3 تا 4 میل، بعد به کمک کاتیلی که دیگه اون بستگی به خود شما داره، من الان از کاتل گرد استفاده میکنم به قطر 5 سانتی متر و بعد این رو قالب میزنیم، درون سینی فر قرار میدیم که کاغذ روغنی حتما انداختیم و به مدت 15 دقیقه در دمای فر 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت میپزیم. تنها نکته که من باید عرض بکنم، ما فرصت داریم؟ بله خانم. تنها نکته که باید عرض بکنم، ما تایم زمانی که حضور دوستان ارائه میدیم، این تایم زمانی بستگی به هم درجه به دمای فر دوستان داره و هم به ضخامت شیرینیشون داره. بعضی وقتا ممکن شیرینی رو خیلی نازک بگیرن، پس بهتر بعد مدت زمانی خیلی کمتری هم باشه. این الان شیرینی من هستش که آماده شده و این نارنجی هستش که من توضیح دادین که چقدر زمان میبره آماده سازیش. بله، دوره این شیرینیامون رو به این حالت، حالا با هر سرناسوری که دوستان تزیینش میکنن، بسیار، و بعد وسطش رو مارمالاده. بله مارمالاد، هر همونو مارمالادی که تمایل داشتن. دست شما درد خیلی عالی خانم. تمام عزیزم، خواهش میکنم. ما خواهش میکنم، ما کره داشتیم میزان کرممون بود 125 گرم، شکر داشتیم میزان شکرمون بود 100 گرم، آرد داشتیم میزان آردمون بود 180 گرم، آرد ذرت داشتیم 20 گرم، آرد برنج داشتیم 25 گرم، پیکینگ پود داشتیم 1 دهم قاشق چایخوری، هل داشتیم 1 قاشق چایخوری، نمک داشتیم 1/4 قاشق چایخوری، معادله 1 پینچ بود. این مواد بیس خود شیرینیتون بود. برای تزیینش ما نیاز داریم به 1 عدد سفیده تخم مرغ، 150 گرم پودر شکر و مارمالاد که به دلخواه. تنها نکته‌ای که مونده، دوستانی که نمیخوان تزیین شده باشه و میخوان استفادهش رو همین حالت شیرینی رو به این حالت استفاده کنن، میزان شکر رو از 100 گرم به 150 گرم افزایش بدن. بسیار عالی. خانم فرهنگ نازنین که هم شیرینی پسته‌ای رو بهمون آموزش دادن که اینه بنده. درسته، و ما بقیه شیرینی‌هایی که قرار شما بهمون توضیحش بدید. خواهش می‌کنم. این شیرینی نوروزی هستش که چیه؟ شیرینی نوروزی کوکیز. بله تمام 7 سین هستش. خب ما زودتر به پیشواز اجرا کردیم. این هم شیرینی هستش که امروز آموزشش رو دادم. شیرینی نخوچی و شیرینی نارگیلی و مغزی، شیرینی موکا و شیرینی پنیری و پسته، و این هم نون خوچی.